در طول پروسه تخلیه گروه داعش در دروازه میدان هوایی کابل به تاریخ 26 آگست حمله انتحاری را انجام داد که بر آن 10 فرد ملکی و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. این حمله در مورد تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان مهلک‌ترین حمله در طول یک دهه گذشته به شمار می‌رفت. پروسه تخلیه عساکر آمریکایی از افغانستان به تاریخ 30 ماه آگست خاتمه یافت. بعد از 14 جنگ که بر اثر آن 10,000 تن کشته و معیوب شدند، طالبان کنترل آن کشور را در حال به دست گرفتند که کوشش میکردند تا این پیروزی نظامی خود را به گونه یک حکومت در زمان صلح متحول سازند. در حالی که امنیت به شکل نسبی در افغانستان بهبود یافته است، ولی اقتصاد افغانستان اکنون با بحران گسترده مواجه است. کارمندان حکومت از دریافت معاش‌های خود نیز محروم شدند. ملل متحد به روز دوشنبه خواهان عملکرد سریع برای رسیدگی به معضل بانک‌ها در افغانستان شد. 100 روز به این خاطر به ما مشکل گذشت که ما معاش نداشتیم و دیگه ای که امنیت درست نبود، هنوز هم انتحاری میشه، ما به تشویش هستیم. دیگه اولادای ما هنوز هم دخترها به مکتب نمیرن، درس نیست. از سوی دیگر مقامات طالبان میگویند که آنها تصمیم ندارند تا یک حکومت افرادگرا را که مشابه به حکومت سابق آنها در افغانستان باشد ایجاد کنند، ولی در دادن اطمینان به جامعه جهانی در این مورد ناکام ماندند. طالبان به تخطی از سرکوب کردن بخش‌های از جامعه، زدایش حقوق زنان و دختران که شامل مسدود ساختن مکاتب دخترانه و عدم اجازه کار به زنان است، ادامه دادند، در حالی که پوشیدن برقه را نیز برای زنان حین خروج از خانه توصیه کردند. باشندگان شهر کابل امروز سه‌شنبه در واکنش به 100 روزه شدن حاکمیت طالبان بر افغانستان واکنش‌های مختلفی داشتند. از نگاه روحی بسیاری مردم تحت فشار قرار دارن، چرا که خیلی ها نگران آینده خودشان است، نمیفهمن که خب در آینده چی چیز پیش خواهد آمد. با گفته بعضیا که افغانستان حالا جایی شده که عجایب، یعنی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. سونیل ورگس، مدیر بخش پالیسی در پروژه بین المللی کمک به پناهندگان، در مصاحبه با صدای آمریکا بازگشت طالبان به قدرت را از عوامل عمده افزایش قابل ملاحظه مهاجرت اجباری صدها هزار افغان در ماه‌های اخیر دانست. آنچه ما آن زمان شاهد بودیم و هم‌اکنون نیز در عملکرد طالبان قابل رؤیت است، آزار و اذیت سیستماتیک اقلیت‌های قومی و دینی، اقلیت‌های جنسیتی و افرادی است که برای حکومت ایالات متحده کار کرده بودند یا به خود جرأت می‌دهند تا در مورد گرفتن حقوق خود حرف بزنند. این افراد شامل فعالین حقوق زنان و محصلین و شاگردان طرفدار دموکراسی نیز می‌باشند. اساساً بازگشت طالبان نشانگر بازگشت حکومت تعقیب و گریز است. کابینه سرپرستی که توسط طالبان تعیین شده است نیز به دلیل آنچه عدم نمایندگی از تمام اقشار افغانستان به شمول زنان خوانده شد، مورد انتقاد جهانی قرار گرفته. و 100 روز پس از کسب کنترل افغانستان، حکومت طالبان تا اکنون توسط هیچ کشور و سازمانی به رسمیت شناخته نشده است. باید که حکومت امارات هم همین مردم سلو سلو جذب کنه و در کارهای دولتی مثلا ازشان کار بگیره، این مشکل هم انشاءالله رفع میشه، کس دل خوب نمیکنه که باز بره. 100 روز پس از کنترل طالبان بر افغانستان، تا اکنون این گروه قادر به هماهنگسازی امور حکومتداری خود نگشتند و مردم از بحران مالی و اقتصادی و بیکاری رنج میبرند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.